همکارم سمیرا قرایی از مقابل کاخ سفید همراه ما. سمیرا، جزئیات بیشتر این کنفرانس مطبوعاتی مشترک را از تو بشنویم. مرزی، آقای سوناک نخست وزیر بریتانیا سه‌شنبه شب وارد واشنگتن شد. روز چهارشنبه رو صرف این کرد که با تعدادی از افراد کنگره ایالات متحده دیدار بکنه، با سخنگوی مجلس نمایندگان دیدار کرد، با رهبران احزاب اقلیت در سنا دیدار کرد و به قبرستان آرلینگتون رفت. اونجا روی در واقع بنای یادبود که وجود داره برای سربازان گمنام، اونجا دستگلی رو گذاشت و در واقع روز گذشته رو صرف این دیدارها کرد و دیدار اصلی که دیدار با آقای بایدن بود رو موکول کرد به امروز. و امروز هم خب اینجا در کاخ سفید تکاپوی بسیار زیادی در جریان هست. یک دیدار دو جانبه با هم داشتن ساعتی پیش و در حال حاضر هم نشست خبری مشترکشون در حال برگزاری است. هر کدام جداگانه صحبت‌هایی رو کردن و در حال حاضر دارن به سوالات جواب میدن. اما اون چیزی که پیش از آمدن آقای سوناک مطرح شده بود، تمرکز او هست بر AI، بر هوش مصنوعی، که در این سفر تلاش خواهد کرد که با ایالات متحده به یک جمع‌بندی دو کشور با هم برسن تا بتونن مقررات تازه‌ای رو بر هوش مصنوعی وضع بکنن. قرار هست در پاییز پیش رو نخستین نشست جهانی AI در بریتانیا برگزار بشه و آقای سوناک هم حالا با توجه به جوانی که داره، 43 سالش هست، خیلی تمرکزش بر تکنولوژی‌های تازه هست. اتفاق بسیار مهمی که امروز اینجا افتاد امضای یک اعلامیه است، اعلامیه آتلانتیک، که نشان دهنده همکاری‌های بسیار نزدیک بین این دو کشور هست. تصمیم دارن مطابق با این اعلامیه آتلانتیک همکاری‌های خودشون رو در زمینه‌های اقتصادی بسیار وسعت ببخشن. مرضیه سمیرا، تصاویر زنده این کنفرانس مطبوعاتی رو ما همینک شاهد هستیم. چه جزئیات بیشتر می‌دونیم؟ واکنش رسانه‌ها چی بوده؟ اشاره کردی که این چهارمین سفر ملاقات مشترک ریشی سوناک و بایدن هست. مرزی، روابط دو کشور بسیار روابط نزدیکی هست. از قدیمی ترین متحد ایالات متحده محسوب نمیشه، اما یکی از نزدیکترین متحدان با هم هستند. اشتراک گذاری های زیادی در زمین های امنیتی دارند. پیامی که آقای سوناک با هاش به ایالات متحده آمده اینه که بحث اقتصاد رو بکنن چیزی شبیه بحث امنیت ملی و بحث فرا آتلانتیک، چیزی که براشون بحث امنیتی فرا آتلانتیک، چیزی که برای دو کشور بسیار مهم بوده. حالا بیان انقدر وسعتی که در حوزه اشتراک‌گذاری اطلاعاتی امنیتی دارند رو بیان نسبت بدن به مسائل اقتصادی و با هم گسترش بدن مناسبات اقتصادیشون رو. در این کنفرانس هم خب در ابتدای که آقای بایدن صحبتش رو شروع کرد، اشاره کرد به آتش سوزی‌ها که در کانادا در حال اتفاق افتادن هست و خب اینجا هم در واشنگتن دی سی هم محسوس است برای همه ما. آلودگی هوا با این صحبت رو آغاز کرد. از صحبت‌های تلفنیش با آقای ترودو نخست وزیر کانادا گفت و خب بعد که صحبت کردن مسئله اوکراین همونطور که انتظار می‌رفت و مسئله ناتو بسیار مورد توجه قرار گرفت. به این اشاره کردن که نیم قرن پیش در همینجا در ایالات متحده روزولت و چرچیل با هم راجع به یک جنگ صحبت می‌کردن و حالا در حدود نیم قرن بعد باز هم دو کشور در کنار هم هستند و در رویارویی با یک کشور دیگری که دست به یک دست‌اندازی دست زده، روسیه و اوکراین، و اعلام کردن که پوتین میخواد ماها رو خسته بکنه، اعضای ناتو رو، ایالات متحده و بریتانیا رو، اما نمیتونه این کار بکنه. ما در کنار همدیگه هستیم و خب مجدداً بر حمایت‌های خودشون از اوکراین تاکید کردند. ممنون از تو همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید همراه ما بودی.